برای اینکه بیشتر آگاه بشیم از حال و هوای جام جهانی 20 در برزیل 2014 که در شهرهای مختلف این کشور برگزار میشه و ببینیم که چه تیم‌های مدعی هستن، چه تیم‌هایی میتونن دردسر درست بکنن. و به یه نوعی تیم ملی ایران میریم به آلمان خدمت آقای کوروش بازجار، کارشناس و مربی فوتبال، و از ایشون سوال میکنم که آقای بازجار خدمتتون سلام عرض میکنم. با این نخستین سوال، جام 20 با تمام حواشی‌هاش آغاز شد در برزیل، از شما میخواستم سوال کنم در این 8 گروهی که شما نگاه میکنید مدعی قهرمانی چه تیم است؟ خب برزیل میزبان، به چیزی کمتر از قهرمانی و سلساوها راضی نیستن با اون حواشی و اون حالا توی یک ساله که نارامی های زیادی در برزیل برگزار شده و تو همین الان هم ادامه پیدا کرده، مردم برزیل بیشتر به دنبال قهرمانی، یعنی تنها به دنبال قهرمانی هستن. از شما خواستم سوال کنم آیا سازوکار این قهرمانی فراهم هست یا برزیل در انتها باز مغموم خواهد شد؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همیهنان عزیزمون. جام جهانی آغاز شد و خوشحالم که عظمت حضور فوتبال ایران رو در بین بزرگان دنیا با تمام وجودم احساس میکنم. عظمت حضور یک ملت هست در بین 32 ملت برتر فوتبال دنیا و این چیزی نیست که ما بخوایم ازش به سادگی بگذاریم. برخلاف ادعای خیلی ها که میگفتن میریم برزیل سه بازی انجام میدیم برمیگردیم، نه اینجور نیست و ما بایستی به این بزرگی رویداد هم توجه داشته باشیم. آقای خسروجلی، ما اگر به جام‌های گذشته جهانی توجه داشته باشیم، جام جهانی 2006 آلمان، تیم آلمان در گروهش میاد و با 9 امتیاز صعود میکنه، اما از رسیدن به فینال در خانه باز موند و سوم جهان شد. همین تیم آلمان 4 سال بعد در آفریقای جنوبی میاد و با شکست مقابل صربستان با 6 امتیاز صعود میکنه و باز هم سوم میشه. جام جهانی 1990 ایتالیا اگر یادتون باشه، آرژانتین اولین بازیش رو مقابل کامرون 10 نفره باخت، اما باز هم اومد به فینال رسید و نایب قهرمان جهان شد. بنابراین اتفاقات فوتبال رو بایستی ما جدای از اتفاقات اجتماعی بدونیم، هرچند که الان فوتبال به عنوان یک پدیده تاثیرگذار اجتماعی میتونه در روند زندگی مردم برزیل تاثیر داشته باشه و خود جام و بازیکنان رو تحت تاثیر قرار بده، هرچند که اون طرف قضیه هم ممکن است که این شرایط بازیکنان، تیم، مربی تیم برزیل رو منسجمتر، یک دلتر بکنه، بیان برای شادی دل مردمشون هر آنچه که در توان دارن در زمین به نمایش بگذارن و نتایج بسیار درخشانی رو از خود به یادگار بگذارن. آقای بازجار، چه تیمایی رو در صف مدعیان میدونن؟ خب الان برزیل میزبان آلمان هست، آرژانتین هست و اسپانیایی که مدافع عنوان قهرمانی هست. می‌خواستم از شما بپرسم چه تیم‌های مدعی قهرمانی و چه تیم‌هایی میتونن دردسر درست کنن؟ مثلا تیم ملی بلژیک به زعم اکثر کارشناسا که سرگرم هم در این رقابت هست میتونه شگفتی ساز، یا تیم ملی سوئیس؟ نظر شما در این مورد چیه؟ اوروگوئه هست، بوسنی هرزگوین هم هست و نبایستی به هیچ تیمی ما به چشم حریف ضعیف نگاه کنیم. آقای کیروش بسیار حرف خوبی رو در مورد تیم ایران زده، گفته که تمام مربیان حاضر در گروه ایران اصلا اسمی از ایران نمیبرن و انگار این گروه با سه تیم داره بازی میکنه. یادمون باشه اتفاقاتی که در فوتبال دنیا افتاد، نمونهش همون شکست آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی در جام جهانی 90 مقابل کامرون 10 نفره که اشک بزرگان فوتبال آرژانتین رو در آورد و اتفاقات بعدی الان اگر حضور ذهن داشته باشم، نتایج بسیار درخشان نیجریه ساحل آج در جام‌های بعدی، ما نمیتونیم چشممون رو روی شگفتی سازان گمنامی که میان، سوئیس، بلژیک، بوسنی هرزگوین، اوروگوئه که چهارم جام جهانی گذشته شده و این تیم اسکلت اصلی و مربیش رو از جام قبلی حفظ کرده. ما بایستی منتظر باشیم روز اول رو ببینیم، روز اول تمام گروه‌ها رو ببینیم، بعد اظهار نظر در این مورد یکم آسان‌تر میشه. آقای بازجار، تیم ملی ایران بالاخره با تمام حواشی و اون حرف و حدیث‌ها و مسائلی که داشت در برزیل حضور پیدا کرد، اولین بازی رو مقابل نیجریه برگزار میکنه. از شما میخواستم بپرسم حال هوای ایران رو در آستانه بازی نیجریه چطور ارزیابی میکنه و در گروه خودش آیا میتونه
شگفتی خلق بکنه شاگردان کیروش، آیا یه همچین کاری رو میتونن انجام بدن؟ طبق صحبت های آقای کیروش هم کرده، بالاخره این تیم با سربازانش قرار سربلند باشه. جام جهانی 2006 آلمان، ایران در گروه پرتغال، مکزیک، آنگولا قرار داشت و آنگولا اومد مقابل مکزیک 0-0 مساوی کرد، مقابل ایران 1-1 مساوی شد و با 2 امتیاز بالاتر از ایران رتبه سوم گروه رو گرفت و دل دوستداران فوتبال آنگولا رو شاد کرد. با مکزیکی 0-0 مساوی کرد که مکزیک ما رو 3-1 شکست داده بود. بنابراین اظهار نظر در مورد فوتبال و پیش بینی بسیار سخت است، ولی با توجه به روند صعود تیم ایران، با توجه به بازی‌های منسجم و یک دست و هماهنگی که ما از تیممون دیدیم که آقای کارلوس کیروش از بازیکنانش گرفته، 2 هفته پیش که من در خدمت شما بودم در مورد گل‌های یه شکلی صحبت کردیم که ما در لیگمون تیم‌ها دریافت می‌کنن، اما همین بازیکنان میان در خدمت آقای کیروش ازشون یک بازی دیگه میگیره و تیم ما میاد با 2 گل خورده بالاتر از کره جنوبی با بهترین خط دفاع صعود می‌کنه. با توجه به بازی که مقابل ترینیداد تیباگو انجام داد و گل زدن، به گل رسیدن، گلی هم دریافت نکردن، بایستی امیدوار بود. یه نکته رو من خیلی دوست دارم اشاره کنم. 8 جون 2014 ما مقابل ترینیداد تیباگو بازی دوستانه پشت درهای بسته با سرمربیگری آقای کیروش انجام دادیم. 4 سال قبل آقای کیروش سرمربی پرتغال بود. 8 جون 2010 پرتغال رو پشت درهای بسته به دیدار موزامبیک برد. 16 جون 2010 مقابل ساحل آج، ببخشید 15 جون 2010 مقابل ساحل آج مساوی کرد. امسال ما 8 جون تا 15 جون فرصت داریم. امیدوارم آقای کیروش بتونه با توجه به کاری که با این تیم کرده و شناختی که از نیجریه داره، از نیجریه امتیاز بگیره و دل دوستداران فوتبالمون رو شاد کنه. نکته پایانی آقای بازر، خب الان در گروهی که بالاخره گروه اول برزیل هست و کرواسی، در گروه دوم اسپانیا و هلند حضور داره و گروه سختی هم هست. خود اسپانیا گفتن که نمیخوان با برزیل در مرحله گروهی در مرحله بعد قرار بگیرن، چون تیمای اول و دوم گروه 1 و 2 با هم میخورن و اکثرشون گفتن این احساسو دارن که در نیمه نهایی یا فینال به هم بخورن که اونجا حداقل حظ زود هنگام نداشته باشن. پیش بینی شما از برخورد تیمهای گروه 1 و 2 چیه؟ اینکه به قرعه برمیگرده، اما در گروه 2 ما نبایستی چشممون روی شیلی ببندیم آقای خسروجردی، و شیلی میاد و مطمئن باشید بازی‌های خوبی رو مقابل هلند و اسپانیا انجام میده. قدرت بدنی استرالیا در این گروه هم یک اسلحه مخفی هست، ولی ما بایستی منتظر بمونیم ببینیم. ممکن است که تیم‌ها ستارگانشون رو بر اثر مصدومیت و محرومیت و کارت‌های زرد و قرمز از دست بدن. بنابراین خود من دوست دارم که روز اول رو کامل ببینم، بعد یک تحلیل جامعی از جام داشته باشم. همه نکته پایانی، یه تیم هایی بخواییم اعلام بکنیم و بفرمایید که بتونه شگفت ساز بشه، کدوم تیم است بین این 32 تیمی که در رقابت ها هستن؟ با احترام به همه 32 تیمی که در جام حضور دارن که به قول آقای کیروش با سکه شانس به اینجا نرسیدن، زحمت کشیدن، اما به نظر من بوسنی هرزگوین 1 و بلژیک 2 تیمی هستن که میتونن امسال از خودشون تاریخ رو دوباره بنویسن. بسیار ممنون از آقای بازیار به خاطر حضور در برنامه. امیدواریم که تیم ملی بتونه در رقابت‌های جام جهانی هم یه نتایج بسیار خوبی کسب کنه، حداقل یه آبروداری از فوتبال آسیا مردان کیروش بتونن انجام بدن. اگه صحبت نمونده با شما خداحافظی میکنم. با آرزوی 1 ماه خوب و لذت بخش برای فوتبال دوستان در جریان جام جهانی. بسیار ممنونم آقای بازیار.